همراهان محترم سلام، وقت بخیر. به این سروی مهم خبری از کانال بریکینگ نیوز افغانستان خوش آمدید. جهتی آگاهی از تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه به مشروع خبرها. شورای سراسری هزارها و مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد. شورای به نام شورای سراسری هزارها و مردم افغانستان که متشکل از اقوام هزاره، هزارهای اهل سنت، اسماعیلیه و دیگر اقوام هزاره اعلام موجودیت کرد. این شورا از سوی آیت الله واعظ‌زاده بهشتی رهبری می شود. آیت الله واعظ‌زاده روز گذشته در مراسم افتتاحی این شورا گفت که هدف متحد ساختن هزارها و ایجاد اتحاد میان اقوام افغانستان می باشد و همچنان بر مشارکت اقوام افغانستان در قدرت تاکید کرد. حشمت غنی اگر حضور اشرف غنی در افغانستان موثر باشد آماده است برگردد. حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور فراری افغانستان میگوید که اگر حضور آقای غنی در افغانستان موثر باشد آماده است که به کشور برگردد. آقای احمدزی به رسانه های دویچله آلمان گفته است که خودش با بعضی حلقه ها در تماس است تا زمینه بازگشت برادرش به افغانستان فراهم کند. او گفت که در جریان صحبت با بعضی حلقه ها هستم. در این هیچ شک نیست که بیشتر صحبت ها را خودم انجام می دهم. اگر موثر تمام شود او حاضر است برگردد. با این حال حشمت غنی احمدزی گفت که مسئله وجود دارد که باید قبل از بازگشت برادرم با کابل حل شود. حدود یک هفته پیش سلام رحمی وزیر صلح حکومت اشرف غنی و رئیس پیشین دفتر او به کابل بازگشت و با مقام های ارشد طالبان از جمله امین خان متقی، سراج الدین حقانی وزیر خارجه و وزیر داخله طالبان دیدار کرد. سراج الدین حقانی رئیس شبکه مخوف حقانی که بخشی از قدرت را در کابل در دست دارد، از آقای رحمی خواسته بود تا پیام صلح حکومت طالبان را به کسانی که از افغانستان فرار کرده اند برساند. بسیاری بازگشت وزیر صلح حکومت اشرف غنی را نوی زمین سازی برای بازگشت آقای غنی به کابل تعبیر کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر فرار از کشور و واگذار قدرت به طالبان به شدت مورد انتقاد قرار دارد. آقای غنی که زمانی گفته بود قصد فرار ندارد و افغانستان هم خانه و هنگور او خواهد بود، پس از فرار از کابل در یک پیام ویدیویی گفت که اگر نمی رفت و سرنوشت دکتر نجیب الله دچار می شد. بسیاری موقتاً که اگر آقای غنی با طرح تشکیل حکومت موقت موافقت کرده بود و از کابل نمی گرفت، امروز افغانستان سرنوشت متفاوتی داشت. در یک حمله چریکی نیروهای جبهه مقاومت ملی بالای گروه طالبان در منطقه پل مرویس ولسوالی حصه دوم کپساک ساعت 8 بجه امشب صورت گرفت. مجیب الرحمن لوگری قماندان پستی پل مرویس با 3 تن دیگر از افرادش کشته شده است. سپاس از همراهی شما تا این لحظه.